امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و استراتژیست انرژی، اینجا همراه ما هستن. جناب شکری، متشکرم از حضورتون در برنامه. در متن خبر به وضوح ذکر شد اینکه حالا یا اسمش رو انعقاد قرارداد بگذاریم یا تمدید قرارداد بگذاریم، دو مشکل و چالش اساسی وجود داره، یکی نحوه بازپرداخت اون و یکی چالش و بحران انرژی در داخل ایران. به طور کلی این پکیج رو، هزینه و فایده‌اش رو برای جمهوری اسلامی چطور می‌بینید؟ بله، باید اشاره بکنم که همونطور که می‌دونید ایران فقط در بخش غاز طبیعی به عراق و ترکیه صادرات داره. قرارداد صادرات به ترکیه سال 18 ماهی که به پایان میرسه و فعلا این قرارداد تمدید نشده. در مورد تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به عراق، همونطور که شما هم اشاره کردید، به خاطر اینکه زیرساخت انرژی عراق در این 20 سال دولت عراق به خاطر فساد اداری نتونسته سرمایه لازم برای بازسازی زیرساخت انرژی خودش رو تامین بکنه و در دو سال اخیر هم در 3 سال اخیر هم به خاطر افزایش قیمت نفت و همچنین بحران انرژی، عراق در حدود بیش از در حدود 250 میلیارد دلار درآمد داشت در این 3 سال، ولی به خاطر این فساد حاکم در دولت مرکزی عراق فعلا سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه زیرساخت و کمبود برق و گاز طبیعی صورت نگرفته. اگر به سوال شما برگردم، عراق مجبور هستش که از منابع قابل اعتماد گاز وارد بکنه، ولی ایران در سال‌های اخیر نشون داده که به خاطر کمبود گاز هیچ موقع تامین کننده قابل اعتمادی نه برای عراق نه برای ترکیه نبوده و در حتی در دو سال گذشته در تابستان که نیاز برق عراق افزایش پیدا میکرد، ایران به خاطر کمبود گاز و برق گاز تحویلی به عراق رو حجمش رو کاهش میداد و این باعث شد که حتی در برخی استانهای شینشین مردم عراق در به خاطر کمبود برق به خیابان‌ها بیان و تظاهرات خیابانی صورت بگیره. در ماه گذشته ترکمنستان و عراق با هم توافق کردن که گاز ترکمنستان از طریق ایران روزانه 20 میلیون متر مکعب راهی عراق بشه و تمدید قرارداد امروز هم به خاطر اینکه ایران در حال حاضر با 300 میلیون متر مکعب گاز کمبود و گاز طبیعی روبرو هستش، طبیعی هستش که ایران گازی برای صادرات به عراق نداره و در تابستان گذشته و زمستان گذشته هم حجم صادرات گاز به ترکیه و هم عراق رو کاهش داد و حتی در 4 ماه تابستان و اول ماه پاییز هم صادراتی به ترکیه نداشت، کلا صفر شده بود. به نظر میاد که واردات گاز از ترکمنستان و سوابش به عراق تنها گزینه ایران برای تمدید این قرارداد هستش، چرا که دیروز هم مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس متجلی گفته بود که قرار در 3 سال آینده با سرمایه‌گذاری در میادین گاز کیش، بلال، پرزاد بی و پارس شمالی ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران 150 میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا بکنه که این حجم به منظره تولید 5 فاز پارس جنوبی هستش که خب این عدد خیلی خوشبینانه هست، چرا که در حال حاضر ما 300 میلیون متر مکعب کمبود داریم و سالیانه به خاطر تداوم افت فشار در میدان پارس جنوبی این میزان افزایش پیدا خواهد کرد. اگر این 150 میلیون متر مکعب هم عملیاتی بشه که نخواهد شد، نمیتونه نیاز و کمبود گاز طبیعی ایران رو تامین بکنه. و اجازه بدید این سوال بپرسم که اشاره کردین که احتمالاً تنها گزینه این هست که گاز ترکمنستان سواب بشه به عراق، در این صورت مسئله بازپرداخت اون به چه صورت خواهد بود؟ چون گفته بودن یا مازوت در اختیار ایران قرار میدن یا اینکه پول اون رو به عنوان دینار در اختیار ایران قرار میدن. این مسئله در واقع بازپرداخت این پول به ترکمنستان چگونه خواهد بود و اینکه اساساً فایده چه هست در این مسئله؟ سوال بسیار خوب مطرح کردید. من هفته قبل در مورد نحوه بازپرداخت بدهی عراق به ایران از قبل صادرات انرژی مطلبی هم نوشته بودم که خیلی مورد توجه قرار گرفته. حتی رسانه هم گفتن که قرار پول برق کل گاز وارداتی از ایران از طریق تحویل مازوت، گازوئیل و یا بنزین به ایران صورت بگیره، چه فکر کنم این گزینه بیشتر به نفع ایران هستش. ایران در حال حاضر با کمبود بنزین روبرو هستش، در ایام نوروز هستیم و متاسفانه تابستان هم کمبود گازوئیل به ابربحران انرژی اضافه خواهد شد و چون در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل در ایران فراهم نیست، یعنی به میزان مورد نیاز، تنها گزینه میمونه واردات از عراق و چون طلب 11 میلیارد دلاری وصول نشده، به جای دریافت از طریق دینار عراق واردات انرژی همون گازوئیل، مازوت و بنزین، چرا که ایران به همشون احتیاج داره، در شرایط فعلی تنها گزینه پیش روی جمهوری اسلامی ایران هستش. در حالی که همه کشورهای منطقه سعی میکنن از صادرات انرژی برای ایجاد وابستگی متقابل و افزایش ثروت و رفاه بین شهروندان خودشون و ابزار و قدرت در عرصه روابط بین الملل استفاده بکنن، جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که از طریق سواب کمی بتونه حق ترانزیت دریافت بکنه و بتونه به جای اینکه پول خودش از طریق دلار دریافت بکنه، نیازهای طبیعی مردم رو برآورده بکنه، از طریق واردات گازوئیل و بنزین
این نوع مازوت که خودش دارند چهارمی ذخیره نفت و دومی ذخیره گاز هستش کمی از آلام ایران در بخش مردم ایران در بخش انرژی بکاهد. متشکرم از شما امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و استراتژیست انرژی که اینجا در استودیو همراه ما بودید.